مردم یه طرف، آخوند و پاسدار یه طرف. الان دعوا اینه. آخوندا بازم نونو گرون کردن، نونی که غذای فقیرترین اقشاره. ضمن اینکه پرمصرفترین هم هست. روز شنبه 25 اردیبهشت رئیس اتحادیه صنف نانوایان رسما اعلام کرد نون 50% گرون شده. خب شاید بگین این چه ربطی داره به انتخابات؟ ربطش اینه. از سالهای قبل تا الان نون همینطوری داره گرون میشه، یعنی برای ملت فرقی نمیکنه که رئیس جمهور و ولی فقیه کی باشه، خمینی یا خامنه ای، یا رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی، چه فرقی میکنن؟ هر کی اومد نونو گرون کرد تا جیب خودشو پر کنه. احمدی نژاد که اومد نون سنگک 75 تومن بود، وقتی رفت شد 800 تومن. لواش 5 تومن بود، وقتی رفت شد 140 تومن. یه مثال دیگه، از 20 سال پیش تا حالا کلی رئیس جمهور از هر دو باند رژیم اومدن و رفتن. حالا قیمت خونه رو اینجا نگاه کنین. قیمت زمین از 20 سال پیش تا حالا 107 برابر شده. قیمت خونه 76 برابر. اجاره خونه 61 برابر. باورت میشه؟ حالا هی جای اون شیاد و با جلاد عوض کنن، یا یه عامل قتلای زنجیره‌ای رو بیارن سر کار. چه فرقی به حال ملتی داره که باید به هر حال بیشتر کار کنه و کمتر در بیاره و کمتر بخوره و روز به روز فقیرتر هم بشه؟ در عوض رژیم چی؟ رژیم روز به روز ثروتمندتر شده، حتی توی دوره تحریم ها. قرضی وزیر خودشون روز 10 اردیبهشت گفت درآمد دولت تا اواسط دهه 70 حدود 10 میلیارد دلار در سال بود. از 76 تا 84 درآمد سالانه دولت شد 20 میلیارد دلار. از 84 تا امروز درآمد سالانه دولت شده 75 میلیارد دلار. اما از این همه اضافه درآمد حتی یک قرونش هم خرج مردم نشده، بلکه یا رفته تو جیب آخوندا، یا اراذل و اوباش پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی از هر دو باند، یا حسن نصرالله و بدر و صدر و هشت شعبی و از این جونورا. راه حل این معادله معلومه. الان خیلی وقته که مردم تو خیابونا شعارش هم دادن دیگه تموم ماجرا، یعنی راه حل تغییر تام و تمام این نظام و بس.